موسیقی علم تشخیص و تفکیک صداهاست و هنر چیدمان آنها برای خلق یک اثر تاثیرگذار. در جهان اسلام دیدگاه‌های متفاوتی درباره موسیقی ارائه شده است. می‌خواهیم بدانیم که اسلام چه رابطه‌ای با این هنر شنیداری به پیروانش توصیه کرده است. امشب به چگونگی رابطه میان هنر موسیقی از دیدگاه اسلام می‌پردازیم. اینکه از لحاظ اعتقاد اسلامی موسیقی حلال است یا حرام و اینکه منظور اسلام از حلال و حرام پنداشتن موسیقی چه است، بحث امشب ماست. سلام، من آرش بارز هستم و شما ویژه برنامه هنر را از تلو نیوز مشاهده میکنید. در بحث امشب دکتر محمد محق، پژوهشگر دینی و سفیر افغانستان در مصر، دکتر جلیل فقیه، استاد دانشگاه شرعیات دانشگاه کابل، دکتر فضل غنی مجددی، استاد سابق در عربستان و مقیم در امریکا، و ضیاءالحق عتیق، عضو مجلس نمایندگان هستند. ذبیح الله، بسیار خوش آمدین. بسیار ممنون از این که خواستین در مورد جایگاه موسیقی از دیدگاه اسلام بپردازین. ابتدا میخوایم از استاد محق بپرسم که پیش از این که به رد و تایید موسیقی از دیدگاه اسلام بپردازیم، من خیلی زیاد علاقه‌مند هستم که روی مفهوم موسیقی، خود واژه موسیقی، اسلام چه تبصره‌ای داشته و چگونه به این هنر شنیداری می‌بینه؟ به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما، خدمت اشتراک کنندگان محترم و بینندگان عزیز. در ارتباط با موسیقی، وقتی که دین اسلام ظهور کرده، پدیده موسیقی به تنهای خود یک پرسش کلان نبود، بلکه جزء از یک ساختار یا یک بافت فرهنگی بود که این همراه می شد گاهی با فخر فروشی های قبیله ای، گاهی همراه می شد با جنگ های که بین قبایل اتفاق می افتاد، که ما در سیرت نبوی می خوانیم. مثلا در شب جنگ بدر، ابو جهل و بقیه اینا جمع کردند، یک تعداد را هم شراب نوشی داشتند و هم ساز و سرود داشتند که ما فردا مسلمان ها را از بین میبریم و چنین چنان میکنیم. یعنی غالبا موسیقی به عنوان یک پدیده مستقل اون در اونجا مطرح نبوده و بنابراین در خود قرآن مجید هیچ گاهی به عنوان یک موضوع مطرح نشده، برخلاف موضوعات دیگری که ما میبینیم در قرآن بیش از چندین بار، شاید بیش از ده بار آمده باشد که یسالونک، از پیامبر اسلام میپرسیدن در رابطه با حیض پرسیدن، در باره ماها پرسیدن، در باره جنگ پرسیدن، در باره فلان چیزا پرسیدن، اما در رابطه با موسیقی به طور مشخص و واضح هیچ وقت پرسش مطرح شده و نیم اسلام حکم واضحی را در قرآن مجید تعقل داده. البته در احادیث مباحثی است که در ادامه موضوع باز خدمت شما هست. بسیار ممنون، بسیار تشکر. برای من خیلی زیاد جالب است که از جناب مجددی پرسان بکنم. در نوشته ای از شما، شما دو دیدگاه مطرح ساخته بودین، بحث افراط و تفرید بود. شما گفتین که اسلام با انسان کار دارد و در مورد زندگی انسان، روزمرگی انسان توصیف داشتین که مثل این که ورزش برای جسم، عبادت برای روح، علم برای عقل، فن برای وجدان، اینا مواردی بودن که شما در روز ذکر کرده بودین. از دیدگاه شما و اسلام چگونه دیده به موسیقی جناب مجددی؟ سلام به شما و سلام به میمانان شما و حاضرین در بحث. آقای محق اشاره کردن که در آغاز اسلام مسلمان ها یعنی در هنر موسیقی یک مدرسه خاص و پیشرفته ای نداشتند. لکن چون موسیقی ارتباط یا هنرهای زیبا به طور عموم برای عزیز که وجدان و شعور و احساس انسان تقویه کنه و تغذیه کنه، لکن مسلمان ها در موضوع موسیقی و هنرهای زیبا، خصوصا موسیقی که مورد بحث امشب هست، از تمام مدنیت هایی که در وقت بود در امور موسیقی پیشرفته تر بودند.
خصوصا دوره دوم خلافت اموی در اندلس که اساس موسیقی در اونجا گذاشته شد و اون موسیقی هم بعداً به اروپا انتقال پیدا کرد. ای اساسش مسلمان ها در جامعه بشری به طور منظم گذاشتن. موسیقی هایی که در خارج از دایره اسلام بود، اسلام هر چیز را قبول کرد لکن بر از او مبادی اخلاقی داد که اسلام موسیقی که در داخل جامعه اسلامی به وجود آمد و موسیقی هایی که از خارج دایره اسلام داخل اسلام شد او را مسلمان ها قبول کردند لکن به او مبادی اخلاقی دادند، یعنی موسیقی را اخلاقی ساختند. به این خاطر مسلمان ها توجه به موسیقی داشتند. از روز اول رسالت هم موسیقی هایی که در او زمان موجود بود او موسیقی ها را اسلام منع نکرد بلکه او را تقویه هم کرد و بر از او مبادی اخلاقی را هم قسمی که اشاره کردم موجود بود. جناب استاد، اگر ما خواسته باشیم خود مفهوم موسیقی را مثلا از ابعاد گوناگون به اون بپردازیم، یک پرداختن از بود علمی هست. از لحاظ علمی موسیقی علم فرکانس هاست، علم صدا هاست و تمام آن صداهایی که در طبیعت وجود داره میتونه سنجش بکنه، تشخیص بده، تفکیک بکنه. مثل صدای باران، پرنده ها، مثل صدای آدمیان و هر آن چیز دیگر. بحث دیگه پرداختن به موسیقی از بعد هنری هست، یعنی چطور ما صداها رو کنار هم میچینیم که یک اثر هنری شود. و بحث سوم بحث اخلاقی است، چیزی که مجدد صاحب گفتن. من فکر میکنم برای آغاز برنامه بحث اخلاقی را میگذاریم، چون اسلام دین کامل است و طبیعتاً راجع به تمام مفاهیم برای بشر هدایات داشته. از بعد علمی و از بعد هنری اسلام به موسیقی پرداخته است. دو نکته را میخواهیم بیان بکنم. نکته اول می هست که وقتی اسلام ظهور کرد موسیقی پدیده نو نبوده دیگه، موسیقی پدیده هست که از ابتدای بشر هست تا به حاله. بله. و برخورد اسلام با پدیده موسیقی کدام برخورد به اصطلاح ضد و یا مخالف نبوده. ما در اسلام در بخش سنت تقریری داریم. سنت تقریری به این معنا که در مقابل عمل و یا در مقابل پدیده و یا در مقابل قول رسول صلی الله علیه و سلم سکوت کرده باشه، گویا او را تقریر کرده است. بنابراین ما در برابر موسیقی هم قسمی که آقای محق هم اشاره کرد، نه قرآن کریم کدام گفته واضح دارد و نه هم کدام حدیث رسول صلی الله علیه و سلم به گونه واضح در ارتباط داریم. اما آنچه برمیگرده به خود موسیقی و هنر موسیقی، ما اگر اشتباه نکنم ما دو نوع موسیقی داریم، یکی موسیقی صدا داریم و یکی هم موسیقی آلات داریم. اگر این دو نوع در نظر بگیریم، اسلام تاکیدش روی موسیقی صدا هست دیگه. مثلا ما در قرآن کریم آیت داریم که ما را امر میفرماید که قرآن کریم را به ترتیل تلاوت بکنیم و حتی ساختار آیات قرآن کریم هم به اون قسم ترنمی ساخته شده. و گذشته از او در طول تاریخ حتی در زمان خود رسول صلی الله علیه وسلم مدها، نعتها و حمدها داشتیم دیگه به گونه ترنمی. بنابراین من فکر میکنم که موسیقی صدا در اسلام نهادینه هست و از اساس اساس هست تا به حال و ما هیچ مشکلی هم با اون نداریم. اگر ما بیایم داخل شب به بحث که مثلا شما تصور کنین ساز خودش به تنهایی صرفا یک صدا است، بدون محتوا، بدون کلام، بدون اینکه تصویری راجبش صحبت بکنیم، در مورد خود اجزای موسیقی صحبت میکنم. اسلام چگونه مثلا میتونه یا میخواد که به پیروان خودش افاده بکنه این موضوع رو که شما با ساز یا ساز بدعت بدانه یا اینکه با ساز یا همون روش کدام تبصره داشته باشه که هنوز مقموز باقی مانده باشه؟ خب
موسیقی را مو قسمی که تعریف میکنن میگن که جمع کردن آوازهای نامنظم یا تنظیم کردن آوازهای نامنظم در گلو و یا توسط آلات. یعنی آوازهای نامنظم با هم جمع میکنن به گونه به اصطلاح علمیش و او را با هم ربط میتن تا یک صدای خوشایند برای دقیقا احکام اسلامی مبتنی بر علل هستند. بسیار. و اینمی علل هست که هر حکم اسلامی را توجیه میکنه یا به حل یا به حرمت و یا از حل به حرمت میکشه و از حرمت به حل میکشه. به گونه مثال و فکر میکنیم که ساز میتونه مثلا علتی که به وجود میاره را تبصره داره اسلام. امیره میخواییم بگویم مثلا شراب. بله. شراب در اسلام نوشیدنش حرام هست. چرا؟ به خاطر که سکر به میان میاره، بیهوشی به میان میاره، بنان هر چیزی، هر ماده دیگری که سکر به میان میاره و میمنوال قرار میگیره دیگه. و برعکس مثلا شراب با سرکه فرقی نداره در ترکیب خود دیگه، ولی آن یکی که سکر نمیاره حلال هست. و اگر ما شراب قسم بسازیم که نمک پرتیم و مثلا ماده دیگه هم رایش اضافه بکنیم که از سکر برای سرکه نامش میمونیم و میخوریمش، بناهن محکام اسلامی مبتنی بر علل هستن. حالا اگر این قسم باشه ما میریم در مقابل موسیقی اینه میره میبینیم، میبینیم که موسیقی که ما مینوازیم علتش چی هست یا باعث کدام چیزی میشود. اگر باعث به اصطلاح جنبه مثبت بوده و جنبه اخلاقی یا ارزش اخلاقی داشته، اسلام هیچگاه مخالفش نبوده و استفاده هم کرده هست. مگر ما داریم نصوصی که در احادیث شریف هست که گفته شده است، برای بفهم حدیث شریف هست که اعلان النکاح ولو بالدف. خب من صحت سقم احادیث طابع اندازه به ذهنم نیست، ولی اعلان النکاح ولو بالدف، دف یکی از آلات موسیقی هست. رسول صلی الله علیه و آله میگه شما نکاح را اعلان بکنین اگرچه به دریا باشه. بناهن ما یا مثلا رسول صلی الله علیه و آله خودش از دهل و ابزار دیگه موسیقی در غزوات خود کار گرفته است. بناهن ما استعمال مثبتی که علت ناقصی ندارد دیگه مشکلی نداریم در اسلام. اما هرگاه موسیقی چون بحث نره مثلا بحث اخلاقی نشه، من میخوام باز دوباره برگردم این مورد یادداشت کردم میخوام با هم صحبت کنم. جناب وکیل صاحب نظر شما چی است؟ با احترام به حرفه های استادا که تا اینجا بحث کردند، ما اسلام عزیز، اسلام یک دینی کامل هست. خداوند در قرآن عظیم شان میفرماید که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اسلام را به عنوان یک دینی کامل که تمام ابعاد زندگی بشریت را احتوا کنه، بر انسانیت، بر رفاه بشریت، الله تبارک و تعالی توسط جبریل امین علیه الصلاة و السلام با محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم به معرفی گرفته. به این اساس ما در ارتباط به موسیقی اصلا ما دو چیز داریم، یکی مسئله موسیقی هست، یکی شعر هست. در ارتباط به اینا دین مقدس اسلام هم در قرآن عظیم شان بحث هایی را داره و هم در احادیث مبارکه. در غنا و در موسیقی که از مرز اخلاقیات میگذره و انسان را به بیراهه میکشانه و اخلاق جامعه بشریت را فاسد میسازه، او را خداوند در قرآن عظیم شان واضح ساخته. شما دارین در مورد علل صحبت میکنین. بله. من پیشتر یادآور شدم که ما به موضوع علل میپردازیم، منتها در حال حاضر ما روی مفهوم موسیقی داریم صحبت میکنیم. میام سر این مفهوم موسیقی که من یک ذهن واضح بسازم که ما در چه شرایطی قرار داریم. بله. و موسیقی که میخواییم در مورد بحث بکنیم سریعزی و موسیقی که فعلا مورد استفاده در کشورهای چی اسلامی چی غیر اسلامی که با قسما اعضای بدن خانما برهنه و در رسانه ها میبراین از او موسیقی استفاده میکنن، در هیچ حاشیه از دین ما برای از او جایی نیست. و امی آیه مبارکه را که من خواندم، امی یکی از توبیخات شدیدی هست در مورد یک چنین موسیقی هایی که انسان و جامعه انسانی را به بیراهه میکشانه و ما کوشش میکنیم که بریزی در دین جایگاه پیدا بکنیم. یک
و مسئله که یک شعر هست در زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم، حتی خود پیغمبر خدا وقتی که از مکه مکرمه به مدینه منوره هجرت میکرد، اطفال خردسال که در میانی از اونا دخترکای خردسال هم بدن، اونا برآمدن از مکه مکرمه اشعار میخوادن که طلعت علینا البدر من سنیت الودا. شعری طولانی هست که مهتاب شب 14 از طرف سنیه ودا، جای خداحافظی و ورود و خروج اهل مدینه است، از اونجا مهتاب شب 14 بر ما طلوع کرد. و پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم در یکی از طوری که استاد اشاره کردن فقیه سیب برآمدن، حتی اتیناکم اتیناکم یکی از اشعار برای اطفال میخوان تا که اونا در مورد مراسم عروسی بدانند که اینجا مراسم خوشی هست و اشعار بخوانند. حتی در زمان خود پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم حسان ابن ثابت که در سوره شعرا اشعرا یتبعهم العاون نسی سره قرآن کریم در آخرین آیات سوره شعرا هست که در اونجا آمده که بعضی از شعرا را گفته که اینا را گمراهان پیروی میکنن، باز استثناء میکنه که در اونجا هم مفسرین میگن که حسان ابن ثابت است. به این اساس در مورد موسیقی شریعت پرداخته، هیچ وقت شریعت طرفه نرفته از موسیقی. هر موسیقی که اخلاق و جامعه را به انحراف میکشانه از طرف شریعت مذموم، مقبوع و مردود هست. ما داریم درباره یک مفهومی صحبت میکنیم که در تمام دنیا وجود داره. ما که نمیتونیم این را رد کنیم بگیم وجود نداشته باشه، چون عملا وجود داره و اسلام طبیعتا دین کاملی است که تمام موارد پیشبینی میکرده. حالا اگر موسیقی به اندازه زمان اسلام نیست، رشد کرده، موسیقی هم در جایگاه خودش رسانده. شما در مورد لهو الحدیث گفتین. در زمان اسلام، در صدر اسلام، جایگاه شعر در عربستان بسیار برازنده بود و جایگاه بسیار خوب داشت. چرا ما این را توصیف نمی کنیم یا ارتباطش نمی دیم به مشخصا شعر، در صورتی که موسیقی شعر نیست؟ موسیقی یعنی تمام صداهای موزونی که کنار هم چیده میشن و اجرا میشن. این میتونه کلام نداشته باشه، این میتونه اصلا هیچ دختر به اصطلاح برهنه در او وجود نداشته باشه. شما این رو به عنوان یک مفهوم شنیداری اگه بخواین از جایگاه اسلام توصیف کنین، اینطور یک دیدگاه را میتونم ادامه بدم؟ شما ببینین، در زمانی که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم هم در مکه مکرمه در غار حرا رسالت برش تفویض شد، شعر و شاعری به اوج خود رسیده بود. حتی بعد ده ها دسته شعر در دیوارهای کعبه شریف معلق می شد به خاطر مقابله. شعرا می آوردن شعراشون در دیوار کعبه آویزان می کردن و به رقابت صدا می کردن، می خواستن دیگرها را که کسی به این اندازه شعر داره بیاید. که حتی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم در زمانی که در مکه مکرمه در آغاز وحی بود، سوره انا اعتینا را بر یکی از اصحاب کرام رضوان الله تعالی علیه اجمعین هدایت میده که بره در دیوار کعبه معلق بساز. وقتی که معلق میشه، شعرا فصاحت و بلاغتی را که در قرآن عظیم شان میان، میگه این کلام انسانی نیست، کلام ربانی است. حتی اشعار خود از دیوارهای کعبه پایان میکنن. این رای نیست که ما بگیم شعر در شریعت و در دین ما جای نداره. جای داره. من منظور ما این است که چرا ما لهو الحدیث به شعر نسبت نمیدیم به موسیقی. شما ببینین یکی شعر هست، یکی صدا هست و یکی آلات موسیقی هست. درست؟ ما لهو الحدیث او مجموعه ای را گفته میشه، او از آلات موسیقی و به شیوهی که او در دین جای نداره. توصیف کی است؟ تفسیر کی است؟ تفسیر قرآن عظیم شان. بسیار ممنون. جناب محق، نظر شما را میخوایم در مورد بدانم. وقتی که ما با متن مهم مثل متن مقدس قرآن مجید سر و کار داریم، برای فهمش و تفسیرش هیچ چاره‌ای نداریم جز ای که مکانیزم های علمی که در تاریخ تمدن اسلامی شکل گرفته بر اونها اشراف داشته باشیم و ضوابط یا سازوکارهای فهم نص دینی را بفهمیم. یکی از قواعد در بین مفسرین و در بین متکلمین و در بین علمای اصول فقه بر اون همه اتفاق دارند این است که
نصوص قرآن مجید به دو دسته تقسیم می شود. نصوص قطعی و دلاله و نصوص ظنی و دلاله. قطعی و دلاله چیزی را میگیم که قابل توجیهات و تأویلات مختلف نباشه، مفهومش واضح هم باشه و بر او دلالت مستقیم و قطعی داشته باشه، مثل قل هو الله احد که دلالت بر وحدانیت خداوند داره، یا چیزایی که درباره نماز و روزه و امثال این هاست، کتب علیکم الصیام بر شما روزه فرض شده است. اما بخش زیادی از آیات قرآن مجید هست که اینها ظنی و دلاله است. ظنی و دلاله یعنی بر او مفهومی که ما میخواییم از او استنباط کنیم دلالت مستقیم نمیکنه، بلکه به شکل احتمالی ممکن چنین معنای برسانه و ممکن معنای دوم یا سومی داشته باشد. در همه تفسیرهای بزرگ، تفسیر امام فخرالدین رازی رحمت الله علیه و تفسیر قرطبی و تفسیرهای علمی کلان کشاف زمخشری، اینا که شما ببینین، اینا بسیاری از این آیات رو میارن و در اینجا میگن که از این استنباط شده، این برداشت شده، او برداشت شده. از بسیار آیات هست که چندین مفهوم برداشت میشه و دلالت او آیه بر او مفهوم قطعی نیست، بلکه دلالت ظنی، ظن یعنی گمان و احتمال. مورد لهو الحدیث یکی از این موارد ظنی و دلاله است. این تمام علما برای اجماع دارن و یقین دارن. کسی که قواعد اصول فقه بفهمه، قواعد علم بیان بفهمه در زبان عربی، معانی و بیان و همچنین قواعد تفسیر بفهمه، هیچ کس نیست که گپ نفهمه و قبول نداشته باشه که لهو الحدیث به معنای موسیقی به معنای بشکل مستقیم اصلا نیست، دلالت بر موسیقی نمیکنه. لهو الحدیث یعنی سخن بیهوده، ترجمه تحت لفظیش همیست، لهو الحدیث سخن بیهوده. بعدا برای که تعیین کنیم مصداق و نمونه واقعی لهو الحدیث در او زمان چی بوده، منظور از ای آیه، چرا آیه در اینجا ابهام داره، میگه کسانی هستن و من الناس از مردم، من کسی یا کسانی که به اصطلاح قواعد اصول فقه حرف من از جمله حروف یا کلمات عام و عموم است، دلالت بر فرد و بر جمع میکنه، کسی یا کسانی هستن که اینها چی میکنن، سخنان بیهوده را میخرند، پول میدن، یعنی به سر به خاطر چی میخرند، لیو ضل به عن سبیل الله، تا به وسیله ای پول خود و این لهو الحدیث که اینا خریداری کردن مردم را از راه خدا گمراه کنند. حالا مفهوم گمراه کردن گمراهی اعتقادی است، گمراهی عملی است، مانع شدن مثلا از عبادت است، کشاندنشان به جرم جنایت است. بسیاری از مصداق ها داره که باید تعیین مصداق شود و تعیین مصداق خودش یک امر اجتهادی است. وقتی که مفسرین دیدن که این کلمه، این تعبیر، این نص در اینجا نص ظنی و دلاله است و ما دقیقا نمیفهمیم که منظور از لهو الحدیث چیست، رفتن به سراغ روایت ها. روایت هایی که هست در این باره، این روایت ها هیچ کدامش باز قطعی و ثبوت نیست. قاعده دومی که در اینجا باید در نظر گرفته شود که این قواعد کلش در اصول فقه تدوین شده و قرن ها تدریس شده، اوی است که همه این روایت هایی که ما به دسترس خود داریم بدون استثناء به دو کتگوری، دو دسته تقسیم می شود، روایت های قطعی و ثبوت و روایت های ظنی و ثبوت. روایت قطعی و ثبوت یعنی روایتی که ما اطمینان داریم که این روایت واقعا سخن پیامبر اسلام یا سخن صحابه یا سخن همو گوینده در اون زمان هست، و دوم روایت هایی که ظنی و ثبوت از احتمال داره که این سخن فلان کس گفته باشه ولی احتمال هم داره که نگفته باشه. روایت های قطعی و ثبوت در خصوص در فقه حنفی خوب بر سر و بسیار بحث است، در سایر مذاهب اسلامی هم پرداختن که تنها روایت های متواتر است، روایت هایی که جماعت کلان از جماعت کلان از جماعت کلان نقل کردن. پس ما به صورت قاطع نمیتونیم لهو الحدیث موسیقی تعبیر کنیم به هیچ صورت، به هیچ صورت. این کس نمیتونه گفته منظور از لهو الحدیث موسیقی باشه. اگر موضوع به این سادگی میبود، مجتهدینی مثل ابن حزم، مثل امام غزالی بزرگ، مثل غزالی معاصر، مثل دکتر اماره، هزار نفر دیگه، اینا خود دیوانه نبودن همه آیات ببینند و روایت ببینند و بعد از اون بیان بگن که موسیقی درست هم هست و به تایید از اون کتاب بنویسند و بحث فقهی کنن. در مسائل قطعی باشد، قطعی و ثبوت و قطعی و دلاله باشه، هیچ عالم و متفکر و مجتهد بزرگی در تاریخ اسلام بر سر اختلاف نکردن. آقای یوسف قرضاوی میگویند که موسیقی از جمله شنیدنی هایی است که بر روان آدمی استقرار، به قلبش آرامش و به گوشش لذت میبخشد. جناب مجددی، در این مورد میخوایم بدانم که با این توصیف که قرضاوی صاحب دارن از موسیقی،
بنابراین ما نمیتونیم مفهوم موسیقی را صرفاً به دلیل علتهایی که میتونه به وجود بیاره و میزان تأثیری که میتونه داشته باشه چه از لحاظ اجتماعی و اخلاقی مردود بشماریم. نظر شما در مورد یک موضوع بسیار مهم است که در مسائل اسلامیات هر تمام اشیایی که هست در اصل خود مباح، یعنی حرام نیست، مگر آنچه که به قرآن کریم به صراحت قسمی که آقای مخک گفتن یا در سخن پیغمبر، صحیح پیغمبر صلی الله علیه و آله، سنت پیغمبر و حرمت داشته باشه. لوح الحدیث بیشتر شما سر از اون تفسیرها شد، او را لوح الحدیث مخصوص برای موسیقی نیست مثل که آقای محب گفتن. همین ترتیب اگر ما با آیه 55 سوره القصص بریم، و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، در اینجا هم همین کلمه لغو آمده. لغو هم یعنی گفتار بیهوده. گفتار بیهوده موسیقی نیست، شامل تمام موضوعات میشه که بیهوده میباشه. لکن در کلام بیهوده و در همچنان در موضوع لهو و لهب، لهو و لهب هم در جمله محرمات نیست، حرام نیست، بلکه برای خاطر است که خداوند سبحانه و تعالی میفرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، یعنی در قسم هایی که شما میخواهند، هایی که بدون توجه یاد میکنید، خداوند شما را به او محاسبه نمیکنه. یعنی اگر لهو و لهب هم باشه و لغو هم باشه، ای در جمله از این نمیه که خداوند ما را در او محاسبه میکنه. این موضوع بسیار مهم است. موسیقی همونطور که شما یک اشاره از استاد بزرگوار ما علامه قرضاوی کردین، او در فتواهای خود و در نوشته های خود به این نتیجه رسیده که موسیقی نمیتونیم ما او را در اشیای بیاریم که او حرمت داره. حرام نیست، بلکه مفید هم هست. به چی دلیل؟ اگر موسیقی برای از این شنیده میشه یا برای از این استفاده میشه که انسان به طرف معصیت و گناه میبره، پس هر چیزی که غیر موسیقی هم انسان به طرف گمراهی بکشه حرام است. لکن اگر موسیقی بر از این شنیده میشه که انسان تقوی روحی میکنه، تقوی معنوی میکنه برای یک کار خوب، در این حالت موسیقی حرمت نداره، بلکه مفید هم میباشه برای انسان که انسان روحاً و وجدانم تقویه میکنه تا در راه عمل خیر از او استفاده کنه. خط وسط اسلامی همی است که موسیقی اولاً حرمت نداره، حرام نیست، در دایره مباح میاد. مباح یعنی که چیزی که در او حرمت او موجود نیست. انسان به طبیعت بشری که داره احتیاج به ضرورت، همونطور که برای تغذیه برای جسم داره، سپورت برای جسم خود داره، در هنرهای زیبا هم انسان ضرورت داره تا بتانه خود تقویه کنه برای عبادت خداوند سبحانه و تعالی. به این خاطر است که حتی اهل تصوف که بسیار شدید هم هستن، در بعضی فرقه ها تصوفی ما میبینیم که از موسیقی هم استفاده میکنن. بسیار تشکر جناب مجددی، من موضوع را گرفتم، تا حدود زیاد موضوع را گرفتم. جناب استاد، ما روایت داریم، ما حدیث داریم که پیغمبر خدا میفرمایند آنچه خداوند حلال گفته حلال و آنچه را حرام گفته حرام است، در مورد آنچه سکوت نموده عفو و بخشش می باشد. شما پیشتر در مورد شراب صحبت کردیم، توصیف فعلی، چون حال آمد اگه بحث روی علل آمد، توصیف فعلی در مورد موسیقی، در مورد حرام دانستن موسیقی، شبیه به حلال دانستن و یا حرام دانستن انگور به خاطر تولید شراب. چون چیزی که من برداشت میکنم ای است که ما موضوع موسیقی را، مفهوم موسیقی را هنوز نمیدانیم، ولی درباره موسیقی میدانیم که چه تأثیرات میتونه بگذاره، و بعد ما دلایلی که میتونه این تأثیرات منفی، مثل سخن گفتن که میتونه سخن بد
وجود داشته باشه و یا سخن خوب. ما که نمیتونیم بگیم سخن حرام است، سخن گفتن حرام است. شما در این مورد یک کمی اگر بتونیم بپردازیم. ما میخوایم پیش از این یک نکته دیگر بگویم چه در ارتباط با لهو الحدیث گفته شد. به نظر ما هم هیچ ارتباط با موسیقی ندارد، چون موسیقی پیش از اینکه حدیث باشه موسیقی بوده. موسیقی در ابتدا کلام نداشت، از خود نام داره او بنابراین یک موسیقی. نکته دیگه، اگر قرآن کریم و یا رسول صلی الله علیه وسلم میخواست که حرام باشه، باید بسیار بصراحت از حرمت ذکر میکرد. ببیجه وقتی که ما کفار مکه در وقت میدیدیم که عبادتشان به موسیقی بود، نه مکاءن و تصدیق قرآن کریم میگوید. بنابراین قرآن کریم باید موقف بسیار شدید اختیار میکرد در ارتباط با از اینکه قرآن کریم تساهل کرده و در این مسئله موقف شدید اختیار نکرده و حدیث شریف بیشتر شما گفتین در او عفو هست. بنابراین من فکر میکنم که هر توجیه، چون مسئله ظنی و ثبوت هست، توجیه خود شخص هست. یک مسئله. مسئله دیگه همی هست که علما بعدا آمدن و موسیقی را به حیث یک علم گرفتن. اما طور که مسلمان ها علوم دیگری را نقل کردن از دیگرها، علم موسیقی را هم نقل کردن و خوشبختانه در وقت موسیقی هم مانند سایر علوم یا بیشتری از علوم جزی از علم فلسفه بوده است. آمدن و نقل کرده. از این خاطر دانشمندای بزرگی که نامشان گرفته شد، چون ابن حزم اینها نظرات خدا، و ما دانشمندای داریم که حتی در دانشمندای اسلامی داریم که حتی در موسیقی اساسات گذاشتن دیگه. مگر نامی از فارابی برده نمی شود؟ ابو نصر فارابی حتی معلم ثانی لقب داده نمی شود به خاطر کی داشتن؟ یا مثلا نامی از ناصر خسرو برده نمی شود که به اصطلاح اساس موسیقی را گذاشت؟ و شما بیشتر درش معلومات داشته باشین. و نکته سیمی هست که اگر موسیقی قدر حرمت شدید می بود یا حرام می بود، حداقل فقهای قبلی روی از این بحث میکردن دیگه. ما داریم از 1400 سال یا بیشتر از 1400 سال تا به حال بحث جدی در کتابای فقهی نداریم. حتی این بحث حتی بیشتر در کتابای متأخرین ظهور کرده است. بنابراین من فکر میکنم که مسئله حل حرمت موسیقی مسئله واضح هست، هیچ چیزی ندارد. و اگر موسیقی حرام می بود، حتی رسول صلی الله علیه و سلم از چیز استفاده نمی کرده از آلاتش. من حدیث دیگری را بیاد دارم، متنش بیاد نیست. رسول صلی الله علیه و سلم بی عایشه رضی الله تعالی عنها را روان کرد با قومی که عروسی کرده بودن از مدینه، که برو با اونا که اونا اهل چیز هستن، به اصطلاح اهل دفیرا هستن، برو امرشون امری بکو که خفه نشن یا مثلا به قسم. بنابراین این بحث جداگانه است. اما آمدیم در سوال شما. حالا موسیقی یک وسیله هست، درست؟ یک آلت هست یا آلات هست. خب آلات گناهی ندارند دیگه و وسایل گناهی ندارند، فقط مسئله برمیگرده به استخدام وسایل و به تأثیرات وسایل، و مسئله برمیگرده به استخدام اونمو آلات و مثلا اسبابی که هست. بنابراین اگر ما موسیقی را یا آلات موسیقی را در وسایل مثبت استفاده میکنیم، نه اینکه کار بدی نکردیم بلکه کار خوبی هم کردیم. مگر ما در تاریخ اسلامی داریم علمایی که این استفاده کردن. اولین کسی که موسیقی را برای علاج استفاده کرد مگر ابوبکر رازی نبود در مهمان سرای خود؟ در تاریخ اسلامی هست. گذشته از او ما داریم در تاریخ اسلامی علمای بزرگواری که نامشان در صدر به اصطلاح مجموعه از علمای بزرگوار اسلام هستند که اونها در باب موسیقی نوشته ها دارند. باز برمیگردیم به ابوبکر رازی، در کتاب جامع العلوم خود در بخش مجزای از موسیقی بحث کرده هست. بنابراین موسیقی به حیث یک وسیله هست، موسیقی یک استخدام آلات هست و این آلات و وسایل هم برای مثبت استفاده می شوند و هم برای منفی. و این مثالش مثال هر وسیله دیگه هست که ما بتونیم برای مثبت استفادهش بکنیم و برای منفی استفادهش بکنیم. بسیار دوست دارم که درباره ترتیل هم شما یک چیزی گفتین. ترتیل خودش ردیف هست، یعنی
فورتوپیان داره و لحاظ موسیقی فراز و فرود داره. اون چیزی که در تلاوت قرآن کریم ما داریم فراز و فرود صدا هست. صرفا به دلیل حرمت گذاشتن و یا به دلیل اینکه ما حرمت کلام خداوند حفظ بکنیم در آن موسیقی نواخته نمیشه، ولی ردیف ها خوانده میشه. شاید جناب محق در مصر تشریف دارن، شاید برای کسایی که تلاوت قرآن میکنن لازم باشد که فرما رو بشناسن و بدانن فراز و فرود صداها رو. بنابراین در مورد ترتیل هم چیزی که شما بیان کردین، من فکر میکنم که خیلی زیاد یک سرنخ خوبی است که بتونه ما رو به اهمیت موسیقی در جهان اسلام برسانه. آقای بارز، خوشبختانه در یه اواخر گروهی از قرا تا جایی که مطالعه دارم به سرکردگی شیخ مصطفی اسماعیل از مصر، اینها خواستن که امی تلاوت های قرآن کریم هم مانند خب بلا تشبیه بگویم علم موسیقی در ردیف اونمو چیزی که شما گفته اینمو به اصطلاح فراز و فرودها تنظیم بکنن تا کسی که قرآن کریم تلاوت میکنه منظم درستر و خوشلحن تلاوت بکنه. ما حدیث داریم که رسول صلی الله علیه و آله فرماید که زینوا القرآن بأصواتکم، دیگه شما قرآن تزیین بتین با صوت هایتان. بنابراین اینها آمدن مانند از امی علم موسیقی مقامات را جور کردن، مثلا مقام رست هست، مقام نهاوند هست و اینها هر کدام از خود ساختارهای منظم دارن که با اون ساختارها تلاوت کرده می شود. بسیار ممنون. و حتی ما چیز نرم مانند موسیقی که پنچم میگن، فکر میکنم پنچم بله. میگن مانند موسیقی که پنچم داره همونطور به بی قسم پنچم گذاشتن، ردیف گذاشتن. بله. بله. مثلا وقتی شما آواز شیخ باسطه میشنوین شما ردیف میشنوین کامل. بله. و این ردیف ردیف موسیقاتیه، شما میتونین بنویسین او را از لازم موسیقی دقیقا برای بل. حروف برای زمین حروف تعیین کردن. بنابراین من فکر میکنم که مسئله موسیقی صدایی هیچ مشکلی نداره در اسلام، اما آمدیم در ارتباط با مسئله موسیقی آلات، این برمیگرده به اونمو علت و انگیزی که یا پیامدی که باز ببار میره. اگر پیامد مثبت بود ما هیچ مشکلی نداریم که تیش و اسلام هم هیچ مشکلی نداشته و استفاده کرده هست، و اگر پیامد منفی بود مانند سایر چیزهای دیگری که هست حرام هست و غیر قابل. توضیح شما چی هست؟ خب باز هم سپاس از بحثی دوستا. اول خب من از همه دوستا هست اطوری که مجددی سه اشاره کردم بعضی کتاب را ما هم در ارتباط مطالعه خدا داریم و از استاد محق ما می دعوت هم میکنم که بخیر از بحث فارغ شدن در مکتبه ها مراجعه بکنن و آیه پنجم سوره لقمان که ما در موردش قبلا بحث داشتیم در از مصداق یزیر در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم از روی کتب تفاسیر معتبر ببینن که باز انشاءالله در بحث های بعدی سری از او بیشتر موشگافی میکنیم و اینجا سوی تفاهم نشوه. مثلی که ما از لابلای حرف هم اشاره کردم، ما در محض در مسائل موسیقی بحث نکردیم که نفس موسیقی چیست، بخوایم نخواهیم این مشکلات ها هست. مثلی که در سوره شعرا یکی از سوره های قرآن عظیم شان به همین نام است، از شعرا یتبعهم الغاوون، علم بازم ادامه میگه که علم تر انهم فی کل واحدین یهیمون، و بعدش هم باز میگه که و انهم یقولون ما لا یفعلون، بعدش میگه که الا الذين امنوا. در مورد شعرا میگه که شعرا یک بعضی شعرا که امو شعرایی که علیه ارزش ها و علیه باورهای دینی از اونها استفاده میشد، مثل نظر ابن حارث ابو جهل اینا در ازوه بدر در دیگر جاها استفاده کردن، در مورد یزی میگه که شعرا را گمراهان پیروی میکنن و اونا میگن نمیدونن که اونا چیزی میگن که خودشان عمل نمیکنن. باز استثناء میکنه که در کتب تفاسیر نوشته است که اشاره به طرف حضرت حسان ابن ثابت است که شعرای حماسی و شعرای دینی میخوان. به این اساس ما در دیگر جا در قرآن است، ما گفتم که استفاده از موسیقی به شکلی که او
فحشا را به ارمغان بیاره و اخلاق جامعه را خراب بکنه، این را در دیگر جا قرآن عظیم شان معنی کرده. ببین در قرآن عظیم شان در سوره احزاب میه ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، شما مثل دوران جاهلیت خانما را خطاب میکنه که شما نبرای، چون دور جاهلیت خانما نیمه برهنه میبره آمده شما نبرای. در سوره نور دوستان بر آن مطالعه بکنم ببینن تفاسیر، در سوره نور خداوند برای مردا خطاب میکنه که قل للمؤمنین یعظوا من ابصار و قل المؤمنین یعضضن من ابصارهن، و در دیگه جا در ادامه از این میگه که شما برای خانما بگین که پاهاشان سخت که صدا بدر کنن در زمین نگذارن، تا که از اینا کسایی که در قلبشان غیظ و کجیس و بد اخلاقی است اینا استفاده نکنن. به این اساس ما در یک سلسله استفاده هایی که یک محض مشروعیت موسیقی ما براتون اشاره کردم که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خودش وقتی که از مکه مکرمه میرفت اشعار برش اطفال اشعار میخواندن نهی نکرد، و خودش در توی یکی از عروسی ها برابر شد برای اطفال خردسال یکی شعر زمزمه کرد، گفت میتونین ایره شما به این شکل حدیث مبارک هم جناب استاد خواندن که شما عروسی ها و خوشی هاتون را بعد دفع اعلان بکنین. اونایی هستن که در اشاراتی برای جواز، ما نمیگیم موسیقی مطلقا حرام است، اما از موسیقی که جامعه منحرف شوه و استفاده غلط شوه ایره در دیگر نصوص قرآن عظیم شان و در احادیث مبارکه که من حدیث مبارک هم پیشتر براتون خواندم که الغنا ینبت النفاق فی المال کما ینبت الماء الزرع، امو غنا و امو موسیقی هست که اخلاق جامعه و اخلاق نسل جوان را منحرف می سازه و را شریعت منع کرده. شما در مورد فحشا گفتین، خروجی موسیقی، منکراتی که میتونه وجود داشته باشه و این میتونه فرایند موسیقی باشه در واقع، خب در بسیاری از موارد دیگه هم میتونه این فرایند وجود داشته باشه. شدت دید علمای افغانستان و موضع خیلی شدید علمای افغانستان در مورد موسیقی از کجا ناشی میشه؟ زمانی که من گپای مجددی صاحب موقع و جناب استاد میشنم و میبینم ما خود در مورد ما دنبال ای هستیم که بدانیم کدام درست است، و چطور ممکنه این شدت نگاه به اندازه باشه که علمای مثلا کتاب مثلا دکترا دارن در حوزه اسلام و اسلام شناسی توضیح بسیار کامل دارن درباره او، ولی از این موضوع که میایین مثلا بیرون میشین از لحاظ اجتماعی صرفا در افغانستان نگاه اینقدر شدید هست درباره موسیقی که گویا کاملا موسیقی یک چیز حرام و منفور شده است که تنها و تنها همین موسیقی است که میتونه منکرات در افغانستان زیاد کنه، در صورتی که شما حتی در مساجد، حتی در مکاتب، حتی در جاهای بسیار معتبر، بسیار با اعتبار، شما میتونین بدانین که ما علمای خوب هم داشتیم، علمای بد هم داشتیم، ولی هرگز ما به دلیل فساد یکی از به اصطلاح نمایندگان علما ما در مورد دین توصیف نداشتیم، ولی درباره فساد اخلاقی یک هنرمند ما در مورد هنر این نگاه رو داریم. ما دین بیشتر ما اشاره کردم که دین قواعد کلی داره و نمیشه که به افراد ما این را توجیه خوب یا خراب بکنیم. هر امری که در تکر با نصوص شرعی باشه او از طرف نه تنها ما به عنوان یک ملا، از طرف دین ما، از طرف جامعه علمای ما مردود است، ولو از موسیقی فرایندش اینه مو فحشا و بدبختی باشه، ولو از زبان یک ملا بدبختی و انزجار و نابسامانی ها تبلیغ شوه، همه از اینا فرایندی که از این بدست می آید از دیدگاه دین ناروا و نادرست است و تنها مورد به موسیقی نمی آید. و ما بازم تاکید می کنم، زمان بسیار کم داریم، من دوست دارم که کلمه آخر بفرمایید. بازم تاکید می کنم اینمی فرایندی که از موسیقی در افغانستان است و خانمان نیمه برهنه می براین از این نامی از این موسیقی توجیه می کنن، این استادای بزرگوار هستند و تحقیقات علمی بیشتری در ارتباط دارند. ما با تمام قوت در مناظره استاد هستم که اینمی موسیقی را جواز شه اینا به ما
از هر جایی که میارن پیدا بکنن که اینجا در دین ما جای داره، من آماده هستم که رسما بپذیرم که حرف شما معقول. در غیر از این ما با توجه خود درباره حرام و حلال مسائل، حتی جامعه موزیسین افغانستان هم همون نگاه شما رو داره. یعنی نماینده موسیقی افغانستان نمیتونیم چند نفر بدانیم. به هر روی سوال من دوست دارم که اجازه بدین که سوال اول خانم پرسان بکنن. اگر ما از دید اسلام به موسیقی نگاه کنیم، موسیقی های امروز کلن مبتذل هستند دیگه با چیزایی که شما میگین. چرا علما نتونستند که آگاهی دهی لازم رو بکنن؟ ضعف در چیست؟ دولت، مردم، علما؟ یک سوال. سوال دوم است جناب استاد است، ترکیب آواز بانوان با ملودی یا موسیقی از دید اسلام چی است؟ حرام، حلال؟ یا این هم نظریاتی که ما در جریان برنامه داشتیم که مباح بود، اینطور یک چیز است. خوب است که در این مورد صحبت های داشته باشه. تشکر. سوال شما هم سوالتان مطرح کنید. شما به عنوان کارشناس دینی در مورد موسیقی چه مرز مشخصی بین موسیقی که مفید هست، موسیقی مورد قبول هست و موسیقی که به صورت مشخص کدام موسیقی فعلا قابل قبول شماست؟ بسیار تشکر. کدام موسیقی قابل رد هست از لحاظ دینی؟ تشکر. جناب وکیل صاحب وقت کم داریم. دلیل این که دولت نتونسته یک معیار را مشخص بکنه که ابتذال از موسیقی برچیده بشه چی است؟ متاسفانه ما در یک وضعیتی در افغانستان زندگی میکنیم که حکومت افغانستان نتانسته در عرصه های مختلف جوابگوی نیازمندی های مردم افغانستان باشه و به می اساس است شما دولت افغانستان رو میبینید یکی از فاسدترین کشورهای دنیا در لیست می آید و دیگر شما میبینید که ما مطابق به قول رئیس جمهور خود ما که 90% زیر خط فقر قرار داره و ملل متحد چیزی را که نشر کرده 72% ما زیر خط فقر قرار داریم. در تمام عرصه ها متاسفانه ما در یک بازار آزاد قرار گرفتیم در افغانستان. بسیاری مسائل در کشور عزیز من آمدیم کاپی گرفتیم از دیگه دنیاهایی که اونا چند قرن سری از او کار کردن و ما بدون از اینکه طبیعت و سرشت مردم من را با او در یک موازنه بگیریم آمدیم بسیار برنامه های است که نمیشه با جزئیات سری از او بس بکنیم در افغانستان از دیگر دنیا کاپی شد آمد در افغانستان تطبیق شد، در حالی که برای تطبیقی از اونا در دیگر دنیا به مراتب به ده ها بار تجربه شد، به ده ها دو تجربه شد باز آمدن در منصه اجرا. ما در مسئله افغانستان هم آمدیم در یک بازار آزاد و در رسانه های آزاد اینا هر چی که خواستن. از یک طرف در قانون اساسی ما در ماده 3 میگه که هیچ کار و هیچ فعالیت و هیچ باوری نمیتونه مغایر ارزش های دینی در کشور باشه، اما وقتی که در توجیه از این میاییم در بخش ترویج موسیقی هیچ مرزی را قائل نشدیم، آمدیم هر چی که از دست ما آمد ابتذال را به خرج دادیم و افغانستان را به انحراف کشاندیم. و علمای افغانستان هم شما میبینید علمای افغانستان زمانی که در منبر میبرن کدام مسجدی در کابل که سر مسائل انحرافی و ابتذالی بحث نداشته باشه، حتی مسائل تروریستی را وقتی که یک عالم دو جمعه در مسجد بحث میکنه سرش از طرف مخالفین دولت او ترور میشه و زده میشه. و اگر عالمی که یک ارتباط دولتی نداشته باشه برای 2 یا 3 جمعه در ارتباط به مسائل داغ روز در منبر صحبت بکنه صبغه تروریستی برای زده میشه و یک روزی به دستای از او ولچک زده میشه، برده میشه به یک اداره دولتی به سالها. به این اساس ما در یک کشور متوازن نامتوازن متاسفانه در تمام عرصه ها بسر میبریم و علت عامل اساسی از این جنگ بدبختی ناامنی است. من باور دارم که کشور ما اگر امنیت کلی بیایه یک کشور است که 99.90 کشور اسلامی است و ما تمام مردم جامعه ما میدان من انتظاری از این را دارم که همه برنامه های ما زیر چتر دین مقدس اسلام به پیش بره و اگر کشور ما آرام شود همه از اینا در یک چارچوب تنظیم شده میره و در غیر از این یک کشوری در یک ملوک طوایفی قرار بره. تشکر جناب وکیل صاحب. جناب استاد بسیار وقت کم داریم. خب من به گونه خلاصه و جواب همشیره ما بپردازم. همشیری ما سوال کردن که میکس کردن صدای بانو با صدای آقا چی حکم در اسلام داره؟ بله؟ بانو و موسیقی
خب خوانده خب بانو موسیقی ما فکر میکنم که یکی خواندن بانو با خودش هست او مشکل نداره اما اینکه خواندن بانو هست برای شنیدن دیگرا تا جایی که ما معلومات دارم صدای خانم مانند سایر چیزای دیگرش از مستورات هست بنابراین شنیدن صدایش الا در صورت ضرورت و من وراء الحجاب بعد از پشت پرده ها مشکلی وجود ندارد ولی معمولا یک خانمی که میخوانه اگر بر خاطر اظهار هنر خود میخوانه خب اگر به قشر خود میخوانه مشکلی وجود نداره اما ما شما میفهمیم چون انسان هستیم که خانم وقتی که میخوانه بر قشر مخالف خود خواهی نخواهی درو یک پیامد و یک فرایند نادرست رخ میده بنابراین بهتر هست که امی کار صورت نگیره تشکر در ارتباط به سوال دوم جواب بتو میاد چون بسیار وقت کم داریم من نگران هستم که قسمت های از گفته هایتان خدای نخواسته در چیر نشه جناب مجددی میخوایم بدانم پیام آخر شما را پیام آخر من ایست که صوت یا صدای زن عورت در اسلام نیست یعنی زن میتونه که آواز خود بلند کنه اگر در تاریخ موسیقی خواهر ما که سوال کرده بودن از استاد مراجعه کنه ما میبینیم که بهترین خدمتی را که برای موسیقی در جهان اسلام کرده بلکه انتقال فکر موسیقی یا هنر موسیقی به جهان دیگر بوده زیادتر زنها دورون داشتن چون وقتی ما بسیار کم است ما میخواییم بگوییم که یک خانم به نام بازل در اندلس اولین کتاب در موسیقی تألیف کرده که در روز 30,000 پارچه موسیقی را ترتیب کرده اکثر نوازنده ها و خواننده ها از طبقه زنها بودند در قرون اول اسلامی و اونا کتاب های در موسیقی تألیف کردند که چون وقت ما بسیار کم است اگر نیم میتونستم که این کلگیشه بنام بسیار ممنون بیارم. بسیار تشکر جناب مجددی جناب استاد محق در خدمت شنیدن گپای شما هستیم ما فکر میکنیم که اولا نمو نکته اختلافی بودن موسیقی را دوباره اشاره کنیم که در تاریخ اسلام هیچ وقت اتفاق بر تحریم صورت نگرفته مجتهدین و فقهای بزرگ ایره جایز دانستند و مانع برش قائل نشدند البته در طرف مقابل هم تعداد از فقها و علما بودند که او را ناجایز شمردند بنابراین قضیه اختلافی است اگر کسی تابع این مجموعه است که او را حرام میدانند گوش نکنه و کسایی که طرفدار او فقها و مجتهدین هستند که او را جایز و مباح میدانند میتونند گوش کنند ثانیا به لحاظ عملی هیچ ارتباط معقول و منطقی بین موسیقی و بین فحشا و فساد نمیبینم در کجا شده که کسی وقتی که یک آهنگ گوش کرده باشه بعد از او باز رفته باشه این سبب شده باشه که به طرف فسق و فحشا و امثال اینا بره یک مسئله پدیده اجتماعی است که باید بررسی شود ثالثا مسئله احتمالات که اگر چنین شود چنان شود ما در قواعد اصول فقه داریم که لا عبرت به توهمه چیزایی که بر اساس توهمات ما میگیم این ممکن به چنان چیزی بیانجامه و دلیل مقنع برای از او دلیل ثابت شده ای نداریم او توهمات ما هیچ اعتبار نداره وگرنه اگر او طور باشه که ممکن است موسیقی به فحشا و فساد منتهی شوه و کس دیگه میایه میتونه بگه که ممکن است رفتن به دین نفر افراطی بسازه و انتحاری کنه پس بنابراین به طرف دین نباید کسی بره این تلازم منطقی به این وجود نداره و نباید و آخرین نکته ایست که در یک کشوری که جنگ و مرگ و فقر و بدبختی تمام فرصت‌های شادی و آرامش و آسایش از او گرفته ما آخرین فرصتی که برای چند لحظه یک نفر ممکن است فکر و اعصاب خود آرام کنه این را مزو بگیریم و همه شادی‌ها رو برای تحریم کنیم و من بسازی این بزرگترین جفا در حق من است بسیار تشکر و بسیار ممنون از شما که تا پایان این برنامه رو به سلامتی شنیدین شب خوش خدا نگهدار